سلام به شما بینندگان، سلام به یکی که شما شنوندگان و همچنین بینندگان شبکه جهانی ITN. ضمناً جهت آگاهی خدمتون عرض کنم که همکنون برنامه تاک شو از طریق فیسبوک به صورت لایو و همچنین از طریق یوتیوب در دسترس شما خواهد بود. البته در مورد فیسبوک همزمان در حال پخش هستش. در نخستین ساعت برنامه تاک شو هنرمندی آشنا مهمان برنامه هستند که سالهاست در صحنه هنری فعال هستند و یکی از چهره های تحصیل کرده در زمینه حرفه‌شون هستند و در یکی از دانشگاه های مطرح امریکا رشته تحصیلشون رو به پایان رسوندن، همونطور که عرض کردم در رشته فعالیت هنریشون. در گفتگوی من با این چهره در این برنامه در سه زاویه مختلف یا در چند زاویه مختلف صحبت خواهیم داشت. صحبت اجتماعی هست، صحبت فرهنگی هست و عرض کنم که همچنین صحبت هنری خواهد که توجهتون به صحبت‌های این چهره آشنای هنری در برنامه امروز تاک شو جلب می‌کنم. این چهره عزیز، چهره آشنا، آقای کوروش شاهمیری هستند. سلام میگم. سلام. و همونطور که خدمتتون عرض کردم صحبت من با کوروش عزیز در زمینه‌های مختلف. اولا کوروش جان خیلی خوش آمدی. ضمناً هپی ولنتاین. مرسی. و امیدوارم که ایام بسیار خوبی رو داشته باشی. خوشحالم از دیدارت. مرسی آقای سپهر، من خیلی خوشحالم که با شما بعد از مدت ها فرصتی شد با هم یه صحبتی بکنیم. خیلی ممنونم. عرض کنم حضورتون در مورد ولنتاین نمیخواد چیزی بگم؟ حتما. دوستان هم جور که میدونن، میخواستیم قبل از اینکه وارد بحث های جدی تر بشیم، این روز زیبای ولنتاین رو که فردا خواهد بود به همه دوستان مبارک بگیم، تبریک بگیم، روز عشق. یه نکته فقط میخواستم اضافه بکنم و بعد ادامه میدیم. به نظر من آقای سپهربند، جوونا رو میگم، فکر نکنین که دفعه اول که عاشق میشین خود خودشه. ممکنه باشه، ممکنه نباشه. عاشق شدن زندگی مثل نقاشیه، شما باید یاد بگیرید نقاشی. چجوری یاد میگیرین؟ قلمون برمیدارین اینقدر کار میکنین تا ماهر میشین. حالا زندگی عاشقان هم همینطوره. دفعه یه دفعه عاشق بشید خیلی آدم خوششانسی هستید، دو دفعه عاشق بشین دو دفعه خوششانسی، تا پیدا بکنید اون کسی رو که میدونید وقتشه، با اون وقت عهد و قرارتون ببندید. اینه که هپی ولنتاین، حتما حتما به اولی نچسبید. دعزیم نکن. من اینجور که چاری شما میگی داری تشویق میگی همینجور من برنام. نه اون واقعیتش اونه، هر کسی که ما دیدیم دفعه اول این کار کرد، بعد از چند سال گفتم ما اشتباه کردیم، کاش که ما این کار نمیکردیم. خب من دارم میگم بدون حواستون باشه. میفهمم. البته هفته گذشته خانم دکتر الهام الهی، روانشناس بسیار معتبر، مهمان برنامه بودن، در همین رابطه یه اشاره‌ای کردن، گفتن که در کل جهان یه آماری منتشر شده که 50% ازدواج ها به طلاق کشیده. بله همینطوره، در کل جهان 50. بله. و خب به خاطر شناسایی ناشناخته و یا اشتباه. بله اشتباه، و یا اینکه مسیر زندگی متأسفانه خیلی قشنگ حرف زده که آدم باید مثل نقاشی اینو هم مرتب تمرین کنه و جاهای مختلف و زاویه ها رو رنگ کنه، یاد بگیره. بله. این نیستش که عشق فقط با دیدن این عشق نیستش که همون روزای اول باشه، دست گلی و ماچه‌بوسی. بله. و هدیه‌ای. بله. و این رستوران اون رستوران بشه، سفر بشه، بعد همینطور بره تو سایه. ولی خیلی قشنگ اشاره کردی که عشق میتونه یکی باشه ولی رنگامیزیش میتونه ثابت و هیجان انگیز باشه، با تجربه باشه. به هر حال هپی ولنتاین. خب پس حالا صحبت هپی ولنتاین شد. کوروش عزیز، یک قبل از اینکه به زوایای مختلف عرض کردم که صحبتمون رو با کوروش داشته باشیم، یک موزیک ویدیویی رو در ارتباط با همین زندگی داره. اسم موزیک ویدیو من اتفاقا زندگی هستش. میریم نگاه میکنیم برمیگردیم. در ارتباط بله من و خانومم هست، توی این نشون میده که ما چجوری با هم دیگه آشنا شدیم. بله. و چگونه با هم همچنان پا بر جا و در کنار وارد 30 سال میشیم. بله بله. خوش به حالتون.
بحبه بسیار عالی. مرسی. بسیار عالی. خانم سوسان تبریک میگم، ولی بینندگان عزیز، اون خانومی که به اصطلاح در موزیک ویدیو میرقصیدن، عرض کنم حضورتون، ببخشید، سمبول جوانیه، ولی سوسن خانم نبود. نه، سوسن خانم اونی که بلانتر آخر آخرش، اون دنسر به عنوان حرکت جوانی در تمام ویدیو ظاهر میشه. بسیار کوروش، همونطور که اشاره کردم ما میتونیم در سه زاویه صحبت کنیم. یک، اتفاقی که برامو جامعه هنری پیش آمد در ارتباط با چند هفته قبل، فوت آرتوش. بله. در مورد خواهر گرامیتون که دچار سرطان، بله، اصلا میتونیم صحبت کنیم، و همچنین در مورد کار هنریت. کدوم دوست داری که بپردازیم بهش؟ چون از نظر زمانی آرتوش جلوتر بوده، راجع به آرتوش میتونیم صحبت بکنیم. عرض کنم که آرتوش متاسفانه چندی قبل بین ما رفت، خدافزی کرد. خدافزیش هم ناگهانی بود. آرتوش یک هنرمند به واقع دوست داشتنی و چهره بودش که جامعه هنری براش احترام قائل بود، ولی متاسفانه ناگهانی از بین ما رفت. و این ناگهانی از پیش ما رفتن آرتوش منو یاد حبیب زنده یاد میندازه، که اونم اتفاقا به همین صورت با مردم خداحافظی کرد، خیلی به صورت ناگهانی. در مراسم یادبودی که برای آرتوش برگزار کرده بودن، چند تا از این عزیزان آمدن سخنرانی کردن. طبق معمول آرتوش مدت ها بود خودشو گوشه گیر کرده بود، با کسی سلام علیکی نمی کرد، تو دنیای تنهایی خودش بود با همسرش. ولی جالب، این عزیزان، این سخنرانان که میرسن میگن که ما دیروز با هاش داشتیم قرار گذاشتیم که با هم بریم بعد از اون نهار بخوریم، هفته قبل با هاش زنگ زدیم که با هم یه شامی بخوریم. در حالی که همچین چیزایی نبود. و این تعارفایی که بعضی عزیزان که میخوان نزدیکی خودشونو به چهرهایی که بین ما متاسفانه در بین ما نیستن میرن مطرح میکنن، خیلی جای تاسفه. اینجا همه ما میدونیم که اینا یک بلوف، اینا یه تعارفای سردرهمیه که خودشون رو برای گنده کردن خودشون مطرح میکنن. از جمله سخنانه ای که رفت و صحبت کرد کوروس بود. کوروس یه مطالبی رو در این مراسم یاد بود مطرح کرد. واقعا من خیلی شیفته شدم، جذب این وقایع رو تعریف کرد، بازگو کرد، که شنیدنی بود. و همون موقع وقتی که کوروس اتفاقا در همون ردیف صندلیمون کنار هم بود، آمد نشست، گفتم کوروس جان خوشحال میشم که این حرفا رو با مردم تقسیم کنی، چون خیلی از این حرفای تو یک دریچه بود که تو بازگو کردی، کسی نمیدونست. به هر حال کوروس این هفته امروز برنامه تاک شوست، خواهش دارم که ارتباط خودت رو، این میکروفون و عرض کنم که اینم دوربین، کوروس جان خیلی خوشحال میشم که خودت شروع کنی و خودت هم قضیه رو. بله، قبل از اینکه وارد این صحبت ها در مورد آرتوش روانشاد بگم، میخوام بگم که واقعا کار من نیست که در این مورد صحبت بکنم، ولی صحبت میکنم به این علت که اون کسانی که باید در این مورد صحبت بکنن در اجتماع ما وجود ندارن. یعنی همچین شغلی نیست که بیان در مورد زندگی یه هنرمند با مطالعه و تحقیق و تجسس بیان صحبت بکنن. همیشه این موضوع میمونه به کنار و نمیشناسیم هیچ وقت اون کسو. بنابراین من این وظیفه رو به عهده گرفتم، خواستم این کار رو بکنم، چون آرتوش شخصیت دوست داشتنی بود، یه کسی بود که باید در موردش صحبت میکرد، چون کاری که آرتوش کرد توی جامعه هنری ایران و جامعه جوان هنری ایران در لس آنجلس، چون عمر زیادی نداریم ما در آمریکا، ایرانی ها حدود 30-40 ساله که اینجا هستیم، و اون یکی از پیشکسوت ها بود و کسی بود که من همیشه مقایسهش میکنم با یک خواننده انگلیسی به اسم جان میل، که اینم مطرح کردم. جان میل از توی گروهش نوازنده های خیلی خوبی اومدن بیرون، اریک کلپتون، جف بک، بعد جیمی پیج،
اینا همه گیتاریستای بودن که فارغ التحصیل شدن از ارکسترش. جان میل ما هم آقای سپربن آرتوش بود. صحیح. با فرق اینکه آرتوش خیلی از جان میل باعث دادتر بود. نه. قشنگتر میخون، موزیسین خوب بود، آهنگساز بود و توی اجتماع ایرانی ها یک آلبوم داد به اسم چمدون اگه اشتباه نکنم که واقعا رکورد زد وقتی که اینو به بازار داد. و من برای همین راجع به صحبت میکنم که نقشش رو ببینیم چه جوری بود در این، چه جوری نقش خودشو بازی کرد. وقتی که من با آرتوش آشنا شدم اول کار موزیکی من بود. من تازه از دانشگاه موزیک برکلی بوستون اومده بودم لس آنجلس و دنبال کار بودم، چون موزیسین اتوماتیک سر اداره ای نخواهد رفت. بعد کار آشنا بشه، رابطه ایجاد بکنه و ببینن اون کار بلده و شروع میکنه به کار. و من گیتاریست بودم اون موقع، گیتار میزدم چون ساز من گیتار، برای من باسیست خوبی هم هستم، بچه ها میدونستن. و یه شب که من در عین ناامیدی بودم که حالا آینده چه جوری میشه فلان فلان فلان، حرفایی که در جوونی آدم هست همیشه، یه دوستی من زنگ زد، آشنای مشترک بین من و آرتوش، گفت یه خواننده هست اسم آرتوش یه باسیست میخواد که انگلیسی هم بخونه، من تو رو پیشنهاد کردم، حاضری؟ گفتم البته. و همین هفته گفتم بیا سر برنامه. و من چون گیتاریست بودم، ببینید آمپلیفایر گیتار با آمپلیفایر باس فرق میکنه. بله. اصلا یه سیستمی دیگه است. من آمپلیفایر باس حتی نداشتم، حتی باس هم نداشتم، از یه دوستی باس قرض کردم، گیتار باس و آمپلیفایر گیتار هم براشم. رفتم سر برنامه عروسی، یه عکسی هم اونجا اومد، رفت همون برنامه است اتفاقا، با کوچاروار خاکستری وایسادم نگاه بکنیم این آمپلیفایر گیتار اونجا. آرتوش هم موزیسین خوبیه، خوبی بود و نگاه کرد دید که گیتار اومد اونجا، ولی هیچی نگفت. بله. هیچی نگفت. و همون شب برنامه اجرا شد و قرار شد از اون بعد با آرتوش برنامه اجرا بکنم. تحمل کرد چند جلسه تا من تونستم پولی به دست بیارم و برم آمپلیفایر بخرم، آمپلیفایر باس. و این همکاری من با آرتوش دو سال طول کشید. آرتوش اندی هم بودش. بله. اون داستان که گفتم در مورد کسایی که فارغ التحصیل شدن از گروه آرتوش، یکیش من بودم، یکیش اندی. قبل از اینکه من با آرتوش رو بکنم به کار کردن، اندی با آرتوش بیس میزد و میخون. من نمیشناختم اندی رو اون موقع. و وقتی که رفت گفتن یک کسی قبل از تو اینجا بود به اسم اندی که اینجوری بود اینجوری بود. و بعدن هم سر یکی از برنامه‌های آرتوش کنسرتی بود توی پلاس که من اونجا برنامه اجرا می‌کردم با آرتوش، اندی اونجا اومد به خاطر آشنایی با آرتوش، با منم اونجا آشنا شد. و اونجا قرارمون رو با اندی گذاشتیم که با هم دیگه همکاری تماس بگیریم و ببینیم چی کار می‌تونیم بکنیم. پس این پل همکاری در واقع از همکاری شما با آرتوش آرتوش بله وصل ما بود. یعنی پس اندی و کوروس 100% اینطور از آرتوش، ریشه شون از گروه آرتوش اومد بیرون، شروع شد. و تجربیاتی که از آرتوش ما یاد گرفتیم، آرتوش خیلی خواننده و روی استیج خوب اداره میکرد، کارش عالی بود و شماره یک بود اون موقع توی لس آنجلس. هیچ کس به قد آرتوش برنامه نمیرفت، میشد یهو ماسه یه ماه میشد 40 تا ما برنامه میرفتیم با هم دیگه. و در واقع مارتی که اون سالا بود، اصلا اون موقع مارتی که با من دوسته و من پیغام میداد، چون اونم دنبال برنامه بود و میگفت به آرتوش پیغام بده کوروش اون برنامه که نمیتونه بره، اگه میشه منو ساجست بکنه، بگه که من برم اون برنامه. و در این حد کار میکرد آرتوش. ولی هیچ وقت مغرور نبود، هیچ وقت فخر نمیفروخت. خیلی شخصیت دوست داشتنی، آدم به قول آمریکایی‌ها کول بود، آدم دوست داشتنی بود، یه موسیقی خوب بود. و من خودم این اواخر خیلی باش تماس گرفتم، همونجور که شما گفتید جواب نمیداد تلفناشو. و اگه از طرف فیسبوک یا اینستاگرام براش پیغام میفرستادم جواب نمیداد. و من خیلی خیلی سر این موضوع متاسف شدم، چون من میخواستم باش همکاری بکنم. و به تلافی این کار رابطه های هنری که داشتیم با هم یه آهنگ بخونیم. درست. که این موضوع پیش بیاد. و خیلی 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 متاسف شدم که قسمت من نبود. نه. که این کار رو با آرتوش بکنیم. اونا که آرتوش میشستن میدونن که چه خواننده ای بود. عرض کنم که آرتوش عزیز دایی پاول عزیز بوده، که پاول به سلام منیجر قسمت فنی تلویزیون هستش. پاول منیجمنت میکنه در رابطه با استودیو یک و دو که زیر نظر امید شبقیس هستش و بسیار انسان با وفا، بسیار انسان
خوبیه. یک وحید جان، وحید عزیز که عمل جراحی کرده، کم کم داره پشت سنگر قرار میگیره و برنامه رو کارگردانی میکنه. یک در این رابطه یک ویدیویی رو درست کردن، گفتن در قسمت آقای وحید میگن آماده است، اینو با هم نگاه میکنیم، نگاه بکنیم، برمیگردیم صحبتمون رو با اون همون عکسی که اول میاد سریع میره رو استیج که من دارم باس میزنم، اون اولین شبیه که من با آرتش برنامه اجرا کردم. بله حالا اونو دوباره حتما ولی بریم اینو که کار پاول عزیزه با هم نگاه کنیم که یادی از زنده یاد آرتوش داشته باشه. روح شاد، واقعا روح شاد. آخر یک یادی ازش کرد، یادی کاش که ما از هنرمندامون وقتی که در حین حیات هستن، در قید حیات هستن، به یادشون باشیم. مثل آرتوش که واقعا یه هنرمندی بود که با ارزش، بسیار با ارزش بود و جاش داشت که ما به یادش باشیم. و الان هم از این فرصت استفاده میخوام بکنم با اجازه شما با آقای سپهرنیا، منصور سپهرنیا که در بیمارستان هستند، یکی ساعتی دارن، آرزو بکنم که انشالله حالشون بهتر بشه و برگردن به خونه شون. ما دوستشون داریم، میدونه از هنرمندای بسیار خوب بله، هستن. بله بله. آرتوش میخواستم اینم بگم، از لحاظ نوازندگی که اونجوری با من کار کرد، اون فرصت به من داد، ولی از نظر تنظیم و کاری که میگن موزیک لس آنجلسی که اتفاق افتاد که من یکی از اون پاهای موزیک لس آنجلس هستم که با کارهای تنظیم و با کارهایی که پشت صحنه انجام میدادم یک سهمی داشتم و دارم تو این کار. وقتی که آلبوم اولش آرتوش ضبط کرد، من به عنوان تنظیم کننده هنوز نمیشناختن، چون من کاری نکردم تو اجتماع ایرانیا. به آرتوش گفتم آرتوش جان، آلبوم جدیدی که داره میاد، یک آهنگشو من برای تنظیم میکنم، دوست داشتی استفاده بکن، دوست نداشتی استفاده نکن. و گفت اوکی. و من این آهنگو تنظیم کردم و رفتیم استودیو، این آهنگو ضبط کردیم، آهنگ به اسم راز که آلبومش هم اسمش راز بود، این آهنگم تنظیم من بود، اسم آلبوم بود. و اونجا وقتی که داشتیم ضبط میکردیم تو استودیو، موزیسین هایی که اونجا بودن، یکیشون هم اردشیر فرح بود که اونجا با من با کار تنظیم من آشنا شد، دید که من کار تنظیم میکنم و قادرم این کار بکنم، و باعث شد که بعد یه دوست دیگه به اسم فرامرز آصف که اونم در انقلاب موزیک لس آنجلس سهم بسزایی داره و میخواست ضبط بکنه، اردشیر اونو فرستاد پیش من، داد دست من، گفت برو پیش کوروس، کوروس میتونه که من تمام آلبوم اول فرامرز رو تمام تنظیم کردم و تمام بیساشو من زدم و اون یه آلبوم بسیار مهمی بود در موزیک لس آنجلس. و از اون به بعد من تونستم کارهای خیلی بیشتری در مورد لس آنجلس، حتی اندی با من می‌خواست کار بکنه، صحبت می‌کردیم، میگفت خب اینو تو کار کردی، اینو کار میدید که مثلا من مگاهیت دارم. قبل از اینکه حتی با اندی من شروع کنم به کار کردن، من از نظر کردیت موزیکی خیلی خوب بود، اوکی بود، هم آهنگ ساغیر تنظیم کردم، مگاهیت بود، آهنگای دیگه، و اینا همه از همون استودیو و اون فرصتی شروع شد که آرتوش برای من به وجود آورد. خیلی جالب بود، اینا زیر خاکی بود، واقعا زیر خاکی بودش که کوروس مطرح کرد که برای اولین بار بودش که از طریق آرتوش زنده یاد رشد و نمو کرد، از اونجا اندی و کوروس رشد کردن، از اونجا اردشیر فرر رشد کرد با توجه به فضای موزیک آرتوش. بعد عرض کنم خود فرامرز آصف، چقدر فرامرز آصف در برنامه به نیکی از شما یاد کرد. به حال روح شاد. و عرض کنم که کوروس عزیز در ارتباط با آقای منصور سپهرنیا که تقریبا هم نام هم هستیم صحبتی کرد، تصویری ازشون داریم. مرسی آقای وحید، انشاءالله که هرچه زودتر سلامت خودشون رو باز یابن و به کانون گرم خانوادهشون برگردن. آقای منصور سپهرنیا و دیگر دوستانشون روزهای سه‌شنبه یک پاتوقی دارن در عطاری جمع میشن. رهبر گروه هم آقای رضا تقویه. اینا خیلی قشنگه. در 20 نفر جمع میشن در عطاری هر سه شنبه. انشالله که یکی از سه شنبه بریم از اونجا یه گزارش تهیه کنم. عالیه، به حال فکر خوبیه. و اما من در اینستاگرام با یک موردی در مورد کوروس آشنا شدم، برخورد کردم در واقع، در ارتباط با سرطان خواهرشون بود و خیلی روشن، خیلی زیبا در مورد کاری که برای خواهرشون می‌خواستن انجام بدن، با اینکه توضیح کوتاهی بود و
مطرح کردن. اجازه بدیم این قسمت پارت اول اینو که در اینستاگرام به نمایش گذاشتن رو نگاه کنیم، برمیگردیم با کوروش بیشتر در مورد سرطان همشیرهش و خواهرشون رو صحبت میکنیم. اولین روزیه که آمپول هایی رو که مخصوص ایجاد گلبول های سفیده میگیرم و تزریق میکنم. 4 روز لازمه این کار رو بکنم تا گلبول های سفیدم زیاد بشن، مجموعش رو اون وقت دکتر از بدن من در میاره، از خون من و به بدن خواهرم وارد میکنه و دعا میکنم، امیدوارم که این تمام این بون مرو ترانسپلانت با موفقیت انجام بشه. روز اول خب کوروش جان، چی شد که خواهر فرزند چندم خانواده هستن؟ دختر کوچیک هست، از همه کوچیک‌تر. از همه کوچیک. ده تا آقاییه. چند تا خواهر برادری؟ ما 3 تا خواهر برادر، این یه دونه خواهر، 2 تا برادر. من وسطی ام. من اون فراموش شده هم، اون وسط. نه شما به قول من اون بزرگره بهش میرسن، اون کوچیکه، اون وسطیه واسه خودش میپله. دو دکتر هولاکوی شما ساندویچ. بله ما ساندویچ. این وسط من ساندویچ هم. ساندویچ. هم بزرگه به زور میشه. زور میگه هم کوچیکره عوام اونو دارن. دقیقاً. عرض کنم که خب چی شد ماجرای سرطان خواهر شما و چه نقشی شما در مورد پیشبرد سلامت خواهرتون در این ماجرا دارید؟ والا ماجرا از این قراره که خواهر من حدود چند ماه پیش میره برای آزمایش دکتر سالیانش. دکتر با تعجب میبینه که خونش دیوونه شده و یک چیزایی رو نشون میده که خیلی عجیبه غریبه و انتظار نداشت و گفت دوباره بیا تست بکن و دوباره اومد تست کرد، دید درسته و گفت شما لوکیمیا دارید. لوکیمیا همون سرطان مغز و استخوان یا خونه و تنها چاره تون هم اینه که فامیلای نزدیک، برادر، خواهر، پدر، مادر که در قید حیات نیستن، اینا بیان یه تستی بدن، اگر مچ بشن، جور بشن با شما از نظر خونی، میتونین از علم پزشکی استفاده بکنیم و راه نجاتی باشه واسه این بیمار. صحیح. و من به خواهرم زنگ زدم، باهاش صحبت کردم، گفتم که هر کاری که لازم باشه من انجام میدم، حاضرم انجام بدم. ببخشید کوروش جان، معمولا در اینجور مواقع بیمارستان میسته سرچ میکنه، تحقیق میکنه ببینه چه گروه های خونی هست. بله. آیا این کار کرد؟ آیا اعلام کرد که کسانی که مثلا در این گروه خونی هستند ما بهشون احتیاج داریم یا اینکه شما نه، یعنی به یک نوعی شد که اولی نفر مرحله است. اول میان سراغ نزدیکترین کسا، برادر، خواهر، اگه بچه دارید، فرزند دارید، اولا میان سراغ اونا چون اونا بیشترین امکانات رو دارن. بله بله. و من وقتی با خواهرم در این مورد صحبت کردم، تستو که کردن، تست بزاق دهن که همینه من میخوام مطرح بکنم، چون فقط میدونید همه نژادها به هم نمیخورن خونشون. برای ما ایرانی ها فقط ارامنه، بله، افغانستان، بله، پاکستان، تاجیکستان و هندوستان. آها. فقط این مملکت ها هستن که خونشون ما میخوره. یعنی شما از آمریکا، از فرانسه نمیتونید هم خون یا هم گروه خودتونو که مچ باشه پیدا بکنید. متقابلا هم همینطوره. یعنی یه پاکستانی یا افغانستانی با یه ایرانی میتونه مچ بشه. و ما وقتی که این تست بزاق دهانو دادیم، دیدن که من مچ هستم. آها. جور هستم و سریعا شروع کردن این پروسه. و اون تیکه اولم که دید روز اول بود که یه مقدار آمپولایی هستن که بسیار گرون هستن، دونه 1500 دلار هر کدومش. و من هر روز دو تاشو میزدم به خودم. خیلی بله. خیلی ساده، اصلا چیز دردناک یا چیز بیگ دیلی نبود. بعد به شکم میزدم. بله بله به شکم. و این باعث میشد که گلبول های بدن من، سفیدش به خصوص، چون اونه که از بدن دفاع میکنه، و اونا زیاد بشه، بیش از حدی که بدن لازم داره. و بعد از 4 روز رفتم UCLA در قسمت بیمارستانش که مربوط به همین بیماریه و اونجا اون گلبول های سفید رو از طریق کشاله رون من و
که یک بهش میگن لاین بهش میگن یه لاین یا یه لوله وصل میکنن و اونجا خون من رو آوردن بیرون و میرفت توی ماشین اینجوری میچرخید و جدا میکرد خون منو سفیدش و گلوگلوش از قسمت باخش. اجازه میدید به روز پنجم نگاه کنیم؟ بله وحید جان ببینیم روز پنجم. آن عزیز روز پنجم رسید و من آماده هستم برای این عمل کوچولو که توی رگم یک سوزنی میذارن که از اون طریق خونی که ایجاد شده توی بدنم با گلوبول‌های اضافی سفید در بیاد و گلوبول‌هاشو جدا میکنن و میذارن در بدن خواهر من. علت این که من دارم این انجام میدم این کارو و باز دارم میکنم این موضوع رو اینه که ما ایرانی‌ها خیلی خیلی زیر فرش بکن و هاش هاش هستیم، هیچ نمیخواد اینجور موضوع ها رو به قول معروف با سیلی صورت سرخ بکن. نه در این مورد نباید اینجوری باشه، این باید باز باشه، چون جون نفر رو نجات میدید، هیچ دردی نداره، هیچ به شما هیچی نمیشه، ولی ممکنه اون کسی که دفعه دیگه جونش نجات میدید خود شما باشه. بله بعد داشتید اشاره کردی که این لوله رو به شما بله. سرم یا در واقع بعد شیلنگ را هرچی هستش بهش میگن اینجا لاین، ولی نمیدونم فارسی چی میشه. لوله های پلاستیک کوچیکی هست، پزشکیه و بله قرار شد که تعداد به خصوصی لازم بود از این گلوبول ها به دست بیارن، شمارش معلوم بود و حدود 4 ساعت انقدر من اونجا روی تخت راس کشیدم و این عمل انجام شد و شبش هم موندیم اونجا اطراف UCLA و فردا صبح 8 صبح برگشتیم اونجا که ببینیم نتیجه دیروز چی بود، چند واحد به دست آورد. خواهرم اون روز بود؟ نه، خواهرم هر روز اونجا هستش تقریبا الان حدود 1 ماه که هر روز اونجاست تقریبا و اون الان یه مراحلی رو میگذرونه که دارن بدنشو بمبارانای شیمیایی میکنن که تمام گلوبول‌های سفیدش که باعث این بیماری شده بودن، گلوبول‌هایی که خوب کار نمی‌کردن از بین برن. بله. و با گلوبول‌های سفید من که سالمن بسازه دوباره از اول بدنش. و این یه بدشانسیه که این بیماریه، ولی یه خوششانسیه که حداقل یه راه و چاره‌ای هست و خوشبختانه این اتفاق افتاده و الان خواهر من داره ادامه میدین تا روز 22 فوریه که یه هفته در روز دیگه است که اون این عمل شروع بکنه و این ترانسفیوژن بهش میگن که این خون رو وارد بدنش میکنن و من شما رو در جریان خواهم گذاشت که چجوری میشد که چگونه خواهد بود. آیا میدونی با اونم به همین صورت وارد بدنش میکنن خون رو؟ بیهوش بله. میکنن؟ نه اصلا با. چون هیچ دردی نداری، چیزی رو شما حس نمی کنید. با این پروسسش اولش هم نمی دونید چه مرحله‌ای هستش که برای خون رو بخوان عوض کنن؟ عوض نمی کنن خون گلوبول ها رو. گلوبول ها رو همونجور که خدمتون گفتم تا اون روز عمل به کل از بین می برن سفیدشو از بعد گلوبول های سالم این بار وارد بدنش میکنن از طریق رگ خونش و بعد باید چه مدتی میتونن برن خونه یا نه؟ بعد 2 ماه باید توی قرنطینه باشن. دو ماه باید با. 1 ماه توی خونهشون، 1 ماه توی هسپیتال و این خیلی مهمه چون بدن مریض به ضعیف‌ترین موقعی خودش میرسه اون موقع و خیلی باید مواظب باشه که دچار سرماخوردگی نشه. گروچا ببخشید من یه جایش خوانده بودم که 3 ماه، یعنی 1 ماه در بیمارستانه، 1 ماه در هتلی که مربوط به زیر نظر بیمارستانه و 1 ماه خون است. سه ماه باید کاملا در قرنطینه باشه با کسی در تماس باشه. خدا نکرده مثل طوفان بله متاسفم من الان شنیدم از شما طوفان عزیزم این بیماری رو داشته و توی ریمیشن بوده و اون بزرگداشت که واسش میگیرن حیوانکی رو همه اومدن ماچش کردن همه اینقدر علاقه من بهش بودن عشق، ولی هیچ کی نمیدونست. من به این علته که من این موضوع رو باز کردم چون اگر اون گروه میدونست که این اتفاق میافتاد برای طوفان هرگز نمیرفتن ببوسنش، چون برای اون این بزرگ داشت بود، نمیخواستن که به ضررش باشه. حتی یکی از دوستان فکر میکنم خانم مانی شبخیز حمید شبخیز مایکو میگین مایک اصفهانیان مایک اصفهانیان بله برادره. اینم آشنای ما بود، اینم همین 2 روز پیش اون درست همین جوش رو اون خودش این کاره که من شنیدم از دوست نزدیکش که
اهمیت نمیداد، میرفت بیرون، میگفتن نباید بری بیرون، تو قرنطینه، نه میرفت بیرون، پارتی میرفت، ماچ میکرد، بچه‌ش ماچ میکرد و اونم این اتفاق افتاد. میگن ششش آب میاره و سرما میخوره یا سینه پهلو میکنه که همون آب آوردن ششه. اینه که خوبه که اینا رو ما بدونیم. ما همیشه اینا رو پنهان میکنیم. من از این لغت با سیلی صورت سرخ کردن اصلا علاقه ندارم. چرا باید بزنم تو گوش خودم صورتم سرخ بشه که فکر بکنه الکی من خوشبختم؟ چرا؟ اگه خوشبختم خوشبختم، اگه نیستم هم نیستم، به خودم مربوطه. ولی یه جوری دیگه چیزا رو نشون دادم. مثلا خیلی دوستامون هستن میگن فلانی مثلا رفت، ولی هیچ وقت نمیگن چی شد، که آدم بدونه که یه چیزی بلکه یاد بگیره از این مثلا وسط. ناخودآگاه فرزندمون معتاد شده، یعنی آقا نگین در همسایه باعث آمدوزی میشه. باید بگین که دیگران بدونن که چه مراحلی طی شده، چه اتفاقی افتاده که به اینجا رسیده، که بلکه کمک بشه به دیگران. به همین دلیلی که من موضوع رو باز کردم که دوستان عزیز کمک کنن، ایرونی های عزیز، افغان های عزیز، پاکستانی های عزیز، ارمنی های عزیز، ارمنی عزیز، برید خواهش میکنم match www.bethematch.org، برید اونجا، کسانی که زیر 40 هستن براتون مجانی این سواب میفرستن، ایچسا که توی زبونتون میکنید و آروم سمپل میگیرید و میرید توی یک آمار بزرگی که اسمتون اونجا هست و به عنوان اینکه اگر وقتش بشه لازم باشه شما رو خبر میکنن و شما هیچ وقت نمیدونی این کیه که به این کمک احتیاج پیدا خواهد کرد، که بهتره که این کار رو واسه هممون انجام بده. بسیار خوب، بله، مرسی وحید. وحید پیدا کرد، دستش درد نکنه، میتونه این کار انجام بده. عزیزان ما، کورا جان، انشالله در یه فرصت دیگه دعوتت میکنم برای فعالیت‌های هنریت. حتما. حالا خیلی میتونید در ظرف یکی دو دقیقه بگید چه کارهایی کردی، چه کارهایی در؟ بله، من یه مقداری حتی کارهای هنریمو گذاشتم آن هولد به خاطر همین اتفاقایی که میافتاد، ولی آهنگای جدید دارم. بله. برای عید آهنگ مناسب عید دارم و آهنگای خیلی متفاوت قشنگ که انشالله در جلسه‌های دیگه با هم دیگه صحبت خواهیم کرد و میارم پیشتون. حتما. به هر حال مرسی که آمدی و این اطلاعات رو گفتی و همدردی کردی با خانواده آرتوش عزیز. از پاولم یه بار دیگه تشکر میکنم به خاطر این ویدیو قشنگی که درست کرد. به هر حال سپاسگزارم. از کارگردان فنی برنامه آقای وحیدم خیلی ممنونم. ما بعد از چند پیام بازرگانی برمیگردیم، با مهمانان دیگری صحبت دارم. باز هم از کورس عزیز تشکر میکنم. بله، این استار از بندم. بله وحید، اگه ناز نکن یا ایوای گل هم بذارین خیلی عالی میشه. نمیرسه، نمیشه. اوکی، به هر حال مرسی. بعد از این موزیک ویدیو و چند پیام بازرگانی در خدمت شما. سالم زندگی کنید، خوب غذا بخورید، خیلی مهمه غذا تمیز بخورید. مرسی. هر جا که باشم یادشم، هر جا که برم بامه، ایرون همه دایامه، همه دل خوشیامه، این همه عشق تو هواش، آروم میگیرم همه جاش، عطرش نفسای خداست، همین خودش یه دنیاست. آره ایرونیم من، هر جا باشم سرم همیشه بالاست، هر جا باشم آره عاشقشم من، هر جا باشم یه ایرون و یه دنیاست، هر جا باشم کجا میشه برام ایرون من شه، مگه میشه دلم ازش جدا شه.